سلام دوستان خب تو جلسه قبل ما روش سیمپلکس رو از طریق جدول تونستیم انجام بدیم دو تا مثال حل کردیم حالا میخوایم بریم سراغ نرم افزار خب همونطور که میدونید ما تعداد بسیار زیادی ممکنه متغیر و محدودیت داشته باشیم که سخت با دست حل کردن و حتی اگرم قابل اجرا باشه مدت زیادی ممکنه طول بکشه که ما فقط یک مسئله رو حل کنیم در ساعتی خیلی وقتا ما اون مسئله رو این تایم یعنی تو یک زمان میخوایم سریع حل بشه و به پاسخ برسیم و همون موقع ازش استفاده کنیم خب نرم افزارهای مختلفی گفتیم واسش وجود داره اکسل یکی از اون نرم افزارها هست که میتونیم ازش استفاده کنیم و از اکسل خیلی استفاده زیادی میشه کرد و خیلی از سازمان ها دارن ازش استفاده میکنن و هر چقدر بتونیم با اکسل اینجور کارا رو بیشتر انجام بدیم بهتر میتونیم کارهای دیگر رو باش اینتیگریت کنیم فرض کنیم مثلا ما حالا تو آخرین جلسه داریم یه مثالی رو داریم که تو یک انبار خب تو یک انباری هستیم و توی این انبار میخوایم بریم کالاها رو ورداریم و بیاریم یک سری از کالاهای خاص رو که این کالاهایی که اینجا سفارش داده شده مثلا یه سری سفارش داریم و بریم اینا رو بگیریم بیایم اما تو یک ماشین همش جا نمیشه اینا باید ماشین چند بار بره یا چند تا ماشین استفاده کنیم چه کالاهایی رو از چه ماشین هایی استفاده کنیم که بره اینجا اینا رو ورداره بیاد درسته مثلا یه چنین مدلی که حالا تو آخر این دوره بهش حتما میرسیم و میخوایم اجرا کنیم یه چنین چیزی رو. اما اینجا رو در نظر بگیریم این سفارش که داره میاد به ما اگر فروشگاه آنلاین مخصوصا باشه تو فروشگاه آنلاین در نظر بگیریم تو این فروشگاه از یه نرمافزار یا از یه وبی استفاده میکنن یا یه پایگاه داده ای وجود داره واسه این خب این پایگاه داده ای که وجود داره یا نرم افزاری که وجود داره یا خود اکسل میتونه باشه یا خروجی اکسل میشه ازش گرفت خب لزوما حتی نرم هم شاید چیز نباشه نخوایم ازش استفاده ولی خروجی اکسل رو دیگه خیلی از نرم افزارهای امروزه میدن میشه گفت تقریبا 99 درصد از نرمافزار خروجی اکسل میدن یا خروجی CSV میدن که میتونیم از این CSV توی اکسل استفاده کنیم و اون رو باز کنیم پس این کالاها رو من میتونم توی اکسل داشته باشم و نرم افزاری رو بنویسم که خودکار این کالاها رو شناسایی کنه و بگه کدام ماشین کدام کالاها رو بره بیاره پس این انتگریت بودن خیلی مهمه اما اگر من بر فرض از لیندو که حالا بهش میرسیم استفاده کنم شاید الگوریتم بهتری داشته باشه شاید حتی بهتر نوشته شده باشه اما این یک پارچه سازیه سخت میشه با اکسل این یک پارچه سازی خیلی راحت تره مثلا تو سازمان ها تو نرم افزارهای کوچیکی که بخوان بنویسن و یک لحظه جواب بگیرن و کارشون راه بندازم و از اون نرم افزار استفاده کنم پس از اکسل میتونیم استفاده کنیم خب حالا از اکسل چه طریقی میتونیم استفاده کنیم ببینید بسته که به نوع مسئله داره و اینکه مسئله تغییر میکنه یا نمیکنه یه مورده و اینکه شما چقدر اکسل بلد هستین کار کنید حالا ما اینجا از سه طریق استفاده میکنیم طریق اول که تو این جلسه داریم ما همون فرمت جدولی که داشتیم رو میایم تو اکسل اجرا میکنیم تا ببینیم چطور میتونیم محاسبات رو ساده کنیم این در الان کاری که انجام میدیم در واقع یه خیلی کار ساده ای هستش افرادی که الان دارن این ویدیو رو نگاه میکنن نیاز نداره آشنایی خیلی زیادی با اکسل داشته باشن با همین مثال میتونن راه بیفتن و یه مقدار اکسل رو تحت نیازی که الان داریم یاد بگیرن اما اگر دیدین متوجه نمیشین یه دوره آموزش کاربردی اکسل وجود داره تو وبسایت دیاکو به این آدرس که همه جا دیدین البته دیاکو دات کام. تو اینجا آموزش کاربردی اکسل حداقل چند تا از ویدیوهای اولیش رو ببینیم تا فرمول نویسی ما اینجا بیشتر فرمول نویسی کار داریم یه سری فرموله ساده هستش که داریم استفاده میکنیم و اگر سلول نمیدونین چی هستش و یه مقدار با فرمول نویسی مشکل دارین خب پس اون رو ولی اگر این ویدیو رو دیدیم و متوجه شدین خب دیگه نیازی نیستش پس این الان این کاری که ما داریم انجام میدیم علاوه بر اینکه میبینید چطور محاسبات رو توی اکسل انجام میده و کار ما رو راحت تر میکنه واسه اینکه حتی اون فرمات جدولی رو توی اکسل انجام بدیم و با دست نخوایم انجام بدیم یه مقدمه ساده هم توی اکسل میشه واسه افرادی که زیاد آشنایی ندارن با اکسل و خب مفید میتونه باشه خب بیاین جدولمون رو تشکیل بدیم این مثالی هستش که ما دفعه اول حل کرده بودیم توی اینجا داریم میبینیم که مق... قصد من مینیمم کردن یه چنین تا به هدفی هستش با چنین متغیرهایی که اونو در واقع به فرمت استاندارد این شکل تهیه کرده بودیم و جدول اولی هم رو به این صورت نوشتیم ما دیگه تو این جدول رو میخوایم توی اکسل انجام بدیم پس من یه ستون اکسل b دارم اینطوری مینویسم بعد اینجا x های پایه ایمو میذارم که x 4 x 5 و x 6 هستش که میتونم این رو بگیرم و تا یکی دیگه بیام پایین خودکار 6 رو اضافه میکنم بعد z هستش که باید اینجا بذارم اینجا هم گفتیم تمام x همونه از یک تا 6 میذاریم توی ستون های بالایی که اینجا میذاریم میاد تا 6 و اینجا هم آرش هست که ستون دست راسته خب این جدول ما این فرمت در واقع جدول ما میشه که اینجا هم بردر میذاریم با سرش که بتونیم راحت تر ببینیم خب تو اینجا هم گفتیم زرایه رو قرار میدیم زرایه به x1 تو محدودیت ها و تا به هدفمون که از این مثال میتونیم ببینیم ضریب یک داره یک داره منفی یک داره و ضریب منفی یک دوباره داره چرا ضریب منفی یک داره اینجا هم بر نگردیم گفتیم زد مساوی این هست این معادله رو میبنیم این ور میشه زد منهای این معادله مساوی صفر. خب پس این میشه محکوس به کنونی که تو اون مدلمون وجود داره خب باسه ایکس دو هم همین کار را سریع انجام میدیم میشه یک یک یک, یک و منفی یک واسه x هم این کار رو انجام میدیم میشه دو منفی یک یک و چهار خب و واسه x 4 که دیگه میدونیم توی محدودیت اول یک هست و توی بقیه موارد صفر هستش خب واسه x 5 توی دومی یک هستش توی بقیه موارد صفر هستش توی x 6 یک و دو صفره سومی یکه و این یکی هم صفره Z ما هم صفره که اینجا میذاریم اینجا هم عدد یک یک آره چیست هم که دست راسته که برابر با 9 دو و 4. خب این میشه جدول اول ما حالا باید ورودی و خروجی ها رو تعیین بکنیم گفتیم که ورودی ما کدومه من اینو یکم کوچیک کنم که از این فضا بتونم استفاده کنم خب پس من میام میگم که متغیر وودی خب این مساوی با مسئله مین من مینیموم سازی ماکسیموم اینها درسته تا آرشس اما اگر ماکسیموم من کوچیکتر از صفر بود یعنی همه اینا کوچیکتر از صفر هستن که ماکسیموم من کوچیکتر مساوی صفر یعنی دیگه صفر به دست اومده اگر من از فرمول ایف استفاده میکنم میگم اگر این ماکسیموم من کوچیکتر از صفر بود آنگاه بگو این فینال بوده در غیر این صورت اینجا ویرگول دوباره میذارم در غیر این صورت ماکسیموم من رو برگردون ایف ساده هستش خب پس گفتیم اگر اینجا ایف گذاشتیم پرانتز باز ماکسیموم این مقدار از اینجا تا اینجا بزرگترین مقدارش کوچکتر از مساوی صفر بود اون وقت فیناله یعنی مقداری وجود نداره متغیر وجود نداره که تا هدف من بهینه کنه در غیر این صورت این که در آوردم ماکسیمومش رو به من اعلام بکن اینجا اعلام میکنه چهار ماکسیموم من هست خب پس این متغیر ورودی منه یه کاری که میتونم انجام بدم اینه که خودم اینجا متوجه شدم متغیر ورودی من هستش و اینجا رو نارنجی میکنم یه روش دیگه میتونم استفاده کنم که بیام بگم آقا الان اینی که گفتی متغیر چهارم هستش خب کدوم یعنی چهار بزرگترین مقدار هست کدوم یکی از این هاست x یک دو سه ایندکسش رو پیدا کنم سه رو پیدا کنم خب پس میتونم بگم که ایندکسش کدوم اول که میام میگم آقا مچ کن یعنی ببین این عدد رو مچ کن یعنی پیدا کن توی این ستون توی این سطر از اینجا تا اینجا ببین کدوم اینا چهاره چندومیش چهاره دقیقا به من بگه اگزکت مچ کن خب و برگردیم که میگه سومی اینها هستش یعنی مچ که میکنه میگه کدوم برابره اینه برابره سومی یک دو سه حالا که مچ کردی بگو کدوم یکی از اینها هستش من فهمیدم که سومیه اما x یک سومی x 2 x X3 میخوام این x رو ببینم پس وریبل منم میخوام بشناسم خب وریبل منو که میخوام بشناسم در واقع باید چیکار کنم از فرمول ایندکس استفاده میکنم فرمول ایندکس میاد چیکار میکنه میاد میگه که تو کدوم اریا رنج خب تو کدوم محدوده تو این محدوده سومیش رو به من برگرد چندمی رو به برگردونه چندمین سطر خود همین سطر یعنی صفرمین سطر سطر رو بر... تغییر نده اما سومین ستون رو که این میشه ال صفرمین سطر تغییر و ستون سوم که ال 2 هستش یعنی هر مقداری که این تعریف کرده رو به من برگردون خب پس این رو هم میگم به من برگردونه که میشه x 3 پس توی این بخش بدون اینکه سطر رو تغییر بدی پایین بیای ستون رو تغییر بده اون سلول رو به من برگردون سومیش رو حالا این اگر مثلا من فرمولش رو می کنم بر فرض این میشد 5 x5 رو به من برمیگردون خب پس من متغیر ورودیمو فهمیدم که x3 هستش حالا متغیر خروجیم رو میخوام و بفهمم که کدوم هستش واسه اینکه متغیر خروجیم رو بتونم شناسایی بکنم نیاز دارم که من این رو کوچیک میکنم خب نیاز دارم که RHS رو تقسیم بر این مقادیر در واقع بکنم یعنی 9 رو تقسیم بر 2 کنم ذرایه به محدودیت ها واسه متغیر 3 یعنی وای خودم رو وای ببخشید بی بار رو B رو تقسیم بر وای کنم b بار رو تقسیم بر وای کنم خب حالا واسه محدودیت اول محدودیت دوم و محدودیت سوم باید این رو سه تا ولیو به دست بیارم یادتونه تست مینیموم میخوام بگیرم دیگه پس این رو باید با سه تا محدودیت انجام بدم محدودیت دوم و محدودیت سوم خب چطور میتونم این کار رو انجام بدم میدونم که RHS تقسیم بر این مقدار باید بشه یک اگر این مقدار اینجا کوچیکتر از صفر بود کوچکتر مساوی صفر بود آرچسی نداریم خب ببخشید مقدار تست مینیمم تو تست مینیمم نباید شرکت بکنه مینیموم نباید ازش بگیریم پس بعد اول چیکار بکنم اول اینکه من این سطر رو میخوام شناسایی کنم که میگم سومیش هست دیگه درسته میتونم چیکار کنم اول از همه بیام ایندکس کنم همون ایندکسی که استفاده میکردیم توی این رنج خب چون این محدودیت رو میخوام شناسایی کنم دیگه تو این رنج ایندکس کنم چندومیش رو چندمین سطر رو سطر رو تغییر نده و سومین ستون که همین از این ایندکس این دارم استفاده میکنم این رو به من برمیگردونه که همین ضریب دو هستش حالا اگر این ضریب دو ایف استفاده میکنم اگر این کوچیکتر مساوی با صفر بود آنگاه یا نان رو به من برگردون با دابل کوتیشن میتونم تکس اینتر کنم در غیر این صورت بگو مثلا اوکی خب بعد اگر تکس میخوایم برگردونین عدد باشه لازم نداره که دابل کوتیشن بزنیم اگر تکس یه متنی رو میخوایم برگردیم باید دابل کوتیشن بزنیم الان نها اینجا داره اوکی رو به من برمیگردونه پس این شرط برقرار نبوده یعنی کوچکتر مساوی صفر نبوده و بزرگتر از صفر بوده خب در صورتی که بزرگتر از صفر باشد من اینجا چیکار میتونم بکنم باید بگم که آقا آرش رو تقسیم بره این مقدار همون ایندکسه بکن دیگه پس این ایندکسه رو کپی میکنم میذارم اینجا اینتر میکنم و چارانیم نیم رو به دست میارم خب میخوام واسه بقیه محدودیت ها هم این کار رو بکنم من میتونم این رو اکسل میشناسه اگر بکشم پایین بیارم فرموله های من رو قرار میده همونطور که میدونید اما اعداد رو نگاه کنید سطرها رو نگاه کنید داره تغییر میده مثلا اینجا بی 2 تا جی دو بوده اینجا شده بی سه تا جی سه. خب من چیکار میخوام بکنم من درسته که میخوام بی دو تا جی سه این محدودم تغییر بکنه اکسل خیلی خوب شناخته اما این یه دونه هم آورده پایین این رو دوست ندارم تغییر کنم اینو میگیرم میندازم سر جاش دو بار ازش استفاده کردم هر دو بار میگیرم میندازم سر جاش یه طریقشه بعد یه طریق دیگم داره اینکه آقا ناکن بین اینها من ال دو سلول ال دومو نمیخوام تغییر بدم با F4 ثابتش میکنم دلار و پشتش بندازم یعنی اینجا که دوباره دارم یه دلار قبلش میندازم یه دلارم بعدش میندازم اینطوری هم میگم ال ثابت باشه هم دو ثابت باشه چون در واقع من ستون دارم تغییر نمیدم اینو میتونم دلارش رو بردارم و یعنی این هم اوکیه فقط میگه این دو ثابت باشه همیشه اینجا میگه هم ال ثابت باشه هم دو اینجا میگه فقط دو ثابت باشه خب حالا اگر این رو بکشم بیارم پایین دیگه ولی های من رو درست میشناسه عدد 4 رو درست شناخته آره 4 تقسیم برای یک درسته خب حالا بین اینا کدوم بودش که باید خارج میشد مینیموم باید میگرفتیم دیگه مینیموم مساوی مینیموم این قسمت مینیموم این قسمت پرانتز بسته میگه چهار مینیمومش هستش کدوم یکی هست ایندکسش باید بکنم مچ باید بکنم اول یعنی چندمین متقی چندمین محدودیت من این رو مقداری که به دست اومدی توی اینجا پیدا کن مچش کن exact هم پیدا کن دقیق پیدا کن واسه من برابر بود بگو کدومه سومیش هست خب من فهمیدم سوم متغیر پایه‌ای منه که باید تغییر بکنه بیا بگو کدوم وریه بله دقیقا به من که راحت بفهمم ایندکسش میکنم تو کدوم رنج توی این رنج چند تا سطر بیاد پایین به این تعداد سطر باید بیاد پایین سطر یک دو سه به این سطر باید بیاد پایین چند تا ستون ستون که نباید تغییر بکنه یه ستون هم بیشتر ندارم پس صفر ستون پرانتز رو میبندم اینتر میکنم الان متوجه شدم که x3 ورود پیدا میکنه و x6 خروج پیدا میکنم پس این رو هم رنگش رو عوض میکنم که بدونم خارج داره میشه خب بریم تکرار بعدی توی تکرار یک بودین خب میتونم اینجا حالا مرش کنم بگم این یک بوده خب بسه تکرار بعدی چی کار باید بکنم باید دقیقا اینا رو کپی کنم بندازم زیر این درسته بدون اینکه حالا فرمتشون چیز باشه x6 دیگه خارج شده به جاش چی اومده x3 اومده پس x3 رو اینجا میذارم خب x3 پایینش هم که زده بنه هستش حالا باید چی کار بکنم باید تیبل بعدیمو جدول بعدیمو بسازم جدول بعدی مو گفتم که آقا باید اینجا مثلا این عددش که وارد شده یک بشه تو بقیه موارد صفر بشه به صفر تبدیل بشه دیگه درسته اشتباه اشتباه اشتباه, اشتباه. خب این نباید صفر یک باشه دیگه اینجاست این x سه من هستش ضربه به x سه من اینجا توی محدودیت سوم باید یک باشه توی بقیه موارد باید صفر باشه این فرمت رنگیشو به خاطر اون رنگبندی که کرده بودم داره خودکار میشناسه برمیگردم سرچش خب پس بعد به این تبدیل بشه دیگه اولین کاری که باید بکنم اینه که بیا اینجا ببین چطور به یک تبدیل میشه این رو چون خودش یک بوده در واقع بدون تغییر باید ایجاد سر جاش قرار بدم یعنی همین سلول مساویه با دیچار همون قبلیه که بوده اوکی هستش و فقط کافی این رو بکشم یه بار اینور یه بارم بکشم اینور تارچس یعنی سل... اکسل متوجه شده وقتی که اینجا مساویه با d4 من یه دونه کشیدم اینور این میشه c4 سطر رو داره تغییر میده بعد یه دونه دوباره تغییر میده میشه b4 متوجه میشه در واقع من این رو دارم میکشم میارم تا اینجا این ب4 یه دونه رفتم اینور اکسل هم خودش یه دونه میبره این تا میشه c4 میشه d4 ی چار و الی غیره خب یه سطرم رو ساختم سطر حالا 4 ایک... رو چجوری بسازم x چار اینجا باید ضریب XSM سم به صفر تبدیل بشه یعنی باید این رو ضرب در منفی دو کنم به اضافه این بکنم سطر کنم در واقع واسه کل سطر باید این کار انجام بدم دیگه یعنی مساویه این سطر من ضرب در چند زب در منفی دو در واقع منفی دو زب در این سلول من که کل سطر رو میخوام انجام بدم دیگه درسته زب در منفی دو شده پرانتز میذارم که بهتر خانایی داشته باشه و اعمال جبری هم بهتر انجام بشن به اضافه این سلول رو بکنم این میشه عددش سه و فقط کافی این رو بکشم تا آرش اس یادتون اونجا مخصوصا به اعداد اشاری که میرسیدیم خیلی کارمون داشت سخت میشد ولی اینجا دیگه اکسل خودش محاسبات رو داره انجام میده و من دیگه ضرب و تقسیم خیالم راحته خب واسه سطر بعدی چطور این باید به اضافه این بشه لازم نیست ضرب خاصی انجام بدم فقط کافیه دو تا سطر رو با هم جمع کنم یعنی این سلول به اضافه این سلول اینتر و فقط کافیه که این رو بکشم تا RHS یعنی در واقع این دوتا رو با هم جمع کردم گذاشتمش اینجا و اینم میبینیم که صفر هستش خب اینو که ساخته بودیم x3 رو میمونه z باسه z چه کاری باید بکنم باید بگم که این سلول زب بره منفی چهار بشه به این اضافه بشه درسته؟ پس این سطر مساوی منفی چهار زب داره این سطر پرانتز باز و بسته باید بکنم بسته پرانتز باز پرانتز بسته به اضافه این سطر باید بشه که میده سه و این رو میکشم تا آره چه سفرش میمونه خب من جدول بعدیم هم ساختم حالا باید دوباره این کارها رو انجام بدم چون فرمول نوشتم یک بار اینم بذاریم تکرار دو اسمش رو قبل اینکه بریم واسه تست مینیموم و تعیین ورود و خروج اینم دو خب این رو فقط کافیه که من یک کپی پیس کنم کپی میارم یه دونه پایین ترش اینجا آیا درست شناخته یا نه اکسل اکسل هوشمند هست ولی به اندازه ای که من اومدم پایین کپی پیس کردم کپی پیس رو انجام میده بعد نگاه کنم ببینم درست شناخته یا نه فرمولامو آپدیت کنم خب میام اینجا یه کلیک میکنم اومده سطر زد من رو درست شناخته گفته ماکسیممش رو بگیر اگه کوچکتر مساوی بود که چیز کن پس ماکسیمم رو درست شناخته سه هستش بعد بعد ایندکسش کنه توی کجا تو همون سطر ایندکسش میکنه میگه اولی باید باشه درست شناخته کدوم وریه بره اینو خوب نشناخته ناکنین اوورده پایین من نمیخواستم بیاد پایین اینو میتونم بگیرم بکشم بالا بذارم یا اینکه اینجا میمادم دلار پشتش مینداختم F4 بزنین دلار میاد پشتش و حالا دوباره کپی پیست کنین که بدون تغییر میبینین x1 رو شناخته یعنی در واقع وقتی کپی پیست کردم دیگه محدودیم محدودم رو عوض نکرده خب بریم فرمولای بعدی وقتی که فهمیدم x1 باید وارد بشه به ازای محدودیت ها تست مینیموم هم رو باید اجرا کنم ببینم اینا رو هم درست شناخته یا نه. خب تو اولی که خیلی هم خوب شناخته فقط یه مشکلی داره اینجا اینو من که ثابت کرده بودم الان کپی پیس کردم دیگه نیورده پایین میبینین این رنج همو درست شناخته چون محدودیت اول تو تکرار دو هستش دیگه اما این رو خوب نشناخته این رو میتونم بگیرم بیارم پایین خودم و فرمولم آپدیت بشه واسه این یکی چطور؟ واسه این یکی هم همینطور فقط کافی اینا رو بیارم پایین اینتر میکنم واسه این هم همینطور خب حالا اینا رو شناخت اینا که نان هستن چیه؟ یعنی منفی بوده دیگه ذریبش دیگه بیاین یه چک بکنیم درست بوده محدودیت دوم اینجا ضریب در واقع X1 که من که باسه این باشه میادش اینجا صفر هستش و درست نانه پایینیش هم منفی که درسته پس نان رو درست شناخته پس این میشه مینیموم من که 33 س... صدوم و غیره هستش و ایندکسش که میشه اولی و بنابراین X4 باید خارج بشه پس من X4 رو باید خارج کنم و بذاری این سطرمو که تا به هدف هست و یه رنگی بکنم که مشخص بشه سبز میکنم خب تکرارم تغییر کرده خب پس x4 باید خارج بشه و x1 باید وارد بشه رنگشون هم تغییر میدم بریم واسه جدول بعدی واسه جدول بعدی کافیه چیکار میکنم x4 رفته بیرون x1 جاش اومده x5 که همون بوده x3 منم هم همون بوده زدم هم که میخوام به دست بیارم اینجا هم من این رو سبز میکنم اینطوری خب حالا x یک که توی محدودیت یک اومده باید تبدیل بشه به چی؟ باید تبدیل بشه به یک سف 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 برای این کار توی تکرار دوم این سطر من که سه هستش باید تقسیم بر سه بشه که به یک تبدیل بشه پس این مساویه با این سلول تقسیم بر سه و رو تو کل سطر باید اعمال بشه میرم تا آرشس. خب این از این. حالا بعدیش باید به صفر تبدیل بشه الان این صفر هست پس تغییری نیاز ندارم بدم پس این مساویه با خودش میشه اینم میبرم تا آرش اس خب توی x سه باید چه کاری انجام بدم x سه منفی 1 باید تبدیل به یک بشه این رو باید تقسیم بر سه بکنم به اضافه این بکنم مساوی با این بذاریم با پرانتز اما اولش شروع کنم این تقسیم بر سه به اضافه این اینتر و صفر من رو میده و اینو میبرم تا آرش دیگه نیازی نداره اینقدر محاسبات رو انجام بدم خب زد منم باید صفر تبدیل بشه الان سه یعنی این رو که سه هستش من های این باید بکنم مساویه با این من های و این رو هم میبرم تا آخر خب تکرار سه جدول من آماده شد یه ذره بردرین رو درست میکنم که واضح بتونیم ببینیم خب حالا ورودی خروجی ها رو باید نگاه کنم دیگه دوباره میام اینجا این فرمولام رو میگیرم میذارم پایینش اینجا فرمول ها آپدیت میشه درست شناخته آره اینو درست شناخته بعد ماکسیمومم هم میگرفته بین ماکسیموم یه چهار هستش اینا چرا منفی بر می شدن چرا مثبتن ببینیم سه منهای سه این منهای ببینید منهای هم این نباید می کردم کنید من این سطح رو منفی کردم اشتباه من این بود در واقع این رو باید ضبط در منفی یک می کردم میشه منفی یک ضبط داره با این اون وقت به اضافه این باید میشد و حالا این رو میبودم تا اینجا الان درست شد ببینید علامتاش تغییر که این خیلی مهم هستش را داریم محاسبه میکنیم خب حالا اینجا وقتی که من میخوام ماکسیموم بگیرم هیچ چیزی وجود نداره که مثبت باشه همشون منفی یا صفرم بنابراین تکرار فینال من هست و وقتی که تکرار فینال من هست اینا دیگه ارور دادن چون تکس رو رفته ایندکس بکنه خب و اگر اینا رو انان شناخته به خاطر این هستش که این جاش درست نیست بعد ارور بشناسه همه اینا یعنی این هم به همین شیوه این هم فرمولم رو آپدیت میکنم که آپدیت شده باشه خب ما الان متوجه شدیم که به جدول نهایی رسیدیم توی سه تا تکرار برابر با همون چیزی که توی کلاس توی جلسه با هم دیگه حل کردیم توی دست پاورپوینت اون موقع با روش جدولی با مداد کاغذ حل کرده بودیم با هم دیگه و منفی 17 به عنوان جواب نهایی من هستش پس میام جواب های نهاییم رو تعریف میکنم x1 من اینجا میتونم بنویسم دیگه میتونم اینجا بنویسم x1 اینجا x2 این دوتا رو بگیرم که خودش بیاد تا x6 و زده من خب x1 من برابر با این عدد در اومده میتونم بگم یک دو کنم و x5 من x2 من صفره چون جزء متغیر پایه‌ای نیست x3 من 4 3 صدمن سه x4 منم جزء متغیر پایه‌ای نیست x پنج 5 منم جزء متغیر پایه‌ای نیست x5 هست ببخشید. x5 برابر با 6 در اومده x6 صفره و z منم برابر با منفی 17 این هم جواب نهایی ماست پس این یه روش بود که توی اکسل میتونستیم انجام بدیم حالا مزیت و معایب این روش چی هستش بذاریم اینو من اینطوری بکنم خب. ببینید این روش رو خیلی راحت انجام دادیم دیگه اما یه مشکلی که داره من باید دونه دونه هی بیام اینجا کپی کنم فرمولامو آپدیت کنم باز دوباره بیام اینجا هی اینا رو بکشم پایین خیلی کارا باید انجام بدم اکسل خیلی نرم افزار قدرتمندیه من, من درست کارم از نسبت به دست راحت تر شده اما خیلی کار بیشتری میشه باش انجام داد که تو جلسه بعد روش بعدی رو میبینیم ممنونم از توجهی که داشتین خدا نگهدار